سلام، ما همیشه در خصوص روند تیم‌ها و درخشش تیم‌ها صحبت می‌کنیم. همیشه به زمین فوتبال نگاه می‌کنیم، به 11 بازیکن، 18 بازیکن و یک کادر فنی که دارن این روند رو به منصه ظهور می‌ذارن. ولی موقعی که دیدمون رو کلان‌تر نگاه کنیم، تک تک المان‌های باشگاه تاثیرگذارن در یک روندی که صورت می‌گیره، چه روند رو به صعود و به سمت قهرمانیه و چه رو به افول و سقوطه. مدیریت خب ما کمابیش باهاش به دلیل اتفاقاتی که در لیگ خودمون در لیگ ایران اتفاق میافته خیلی باهاش مواجه بودیم، میدونستیم چه تأثیر میتونه در روند تیم‌ها بگذاره. خب در فوتبال خارج هم همینه، یعنی داستان‌ها و صحبت‌هایی که مربی‌ها گاهن در کتاب‌هاشون میکنن، فرگوسن یک بخشی رو در خصوص ارتباطش با گلیزرها مینویسه و چندین صفحه میگه که من چقدر زحمت کشیدم که این رابطه رو، این مدیریت رو در دست خودم بگیرم، یا آدم‌های مثل رالف راگنیک که عملا مدیر ورزشی میشن و خودشون هدایت باشگاه و مدیریت باشگاه رو در دستشون میگیرن. مدیریت خیلی نقش بسزایی داره. آمازون در سریال‌هایی که شروع کرد منتشر کردن، از مثلا اپیزودهایی مثل All or Nothing که از منچستر سیتی شروع کرد، تاتنهام و دیگه حالا بقیه تیم‌ها هم رفتن سراغش، لیدز یونایتد هم به خاطر اون مسیری که با بیاسا شروع کرده بود و رسید به لیگ برتر، یک نگاهی بود که می‌خواستش بگه که آقا فقط کادر فنی و این 18 بازیکنی که حالا در لیست هستن و دارن بازی می‌کنن شما نگاه نکنید، یکم مدیریت، اتفاقهای روانشناس، ماساژور، اتاق تمرین، اون اتفاقهایی که بقیه دارن رقم میزنن در روند مثبت یک تیم رو شما مشاهده بکنید. امروز بارتومئو دستگیر شد. خدا روشت. امروز که دارم میگم دوشنبه است، حالا شما به چند روز تاخیر شد ببینید. امروز بارتومئو دستگیر شد. به چه بهانه ای؟ بارسا گیت. بارسا گیت چیه؟ یک اتهامی هست که به مدیریت سابق بارسلونا وارد شد که بارتومئو و هیئت مدیره که بود به رسانه ها پول میدادن تا علیه اسطوره های باشگاه مطلب بنویسن، در خصوص بازیکن های مثل پیکه، همسرش، همسر لیونل مسی، کارلس پویول، خود مسی هم گاهن در مظن اتهام بود و اینها مینوشتن اتفاقی که بین اریک آبیدال و لیونل مسی افتاد. این روند رو بهش میگفتن بارسا گیت. خب اون موقع مصاحبه های زیادی شد، جرارد پیکه عملا به انتقاد میکرد ازشون، عملا شکایت میکرد از صحبتی، و بعد از گذشت تقریبا 3 ماه از استعفای آقای بارتومئو که اون هم مجبور شد که استعفا بده، پلیس کاتالونیا تحقیقات خودش رو آغاز کرد. موقعی که تحقیقات خودش رو آغاز کرد، رفت دم خونه آقای بارتومئو رو دستگیر کرد به همراه اسکار گرو و 2 نفر دیگه از هیئت مدیره سابق باشگاه بارسلونا. و مارک هم یه مطلبی نوشت، گفت موقعی که پلیس کاتالونیا میره یک شخص رو میگیره، پس مشخصا اینها یه کاری کردن. حالا یک موقع بارسا گیت، اون اتهامی که بهشون زده شده، و یک موقع پولشویی هم هست. بارسلونا خب پس از ساندرو آسه که مدیریت قبلیشه، این سومین مدیریه که داره دستگیر میشه و راهی زندان میشه. قبلش هم ساندرو راسل بود، دقیقاً همین تیم بودن. یعنی ببینید، یک تیم اومد انتخابات رو برد، ساندرو راسل به خاطر حق پخش تلویزیونی برزیلی اونجا پولشویی انجام میداد، سال 2014 دادگاهی شد و مجبور شد استعفا بده و حالا معاونش، اون شخص اولش، اومد ریاست باشگاه رو در دست گرفت، موقت بود، انتخابات شد و حالا دوباره رأی آورد. و میخوام بگم که بارسلونا این روندی که آغاز کرد، این روندی که میتونست خیلی به تعالی برسه، خیلی افتخارات بیشتری در اروپا حالا به دست بیاره، عملا از بین رفت. در عصری که مسی واقعا وجود داشت، خب بارسلونا نتونست از اون ظرفیت ترکیب خودش که حالا مسی را هم داره، از اون ظرفیت استفاده بکنه و بتونه قهرمانی بیشتری در اروپا مشخصا به دست بیاره. رقیبش کاملا تونست یک سلطه ای رو ایجاد بکنه در اروپا و عملا جا موند از رقباش. مدیریت رسما میتونه روند یک باشگاه، روند یک رقابت و روند فوتبال یک کشور رو کاملا تغییر بده. خب ما موقعی که در خصوص این مسائل صحبت بکنیم، بزرگترین رسوایی رو کالچوپولی میگیم که در سال 2006 اتفاق افتاد. زمانی که تیم ملی ایتالیا رفت قهرمان جام جهانی شد در خاک آلمان، از این ور یک سری شواهدی بود، مکالمات تلفنی بود که مشخص شد که برخی از تیم‌ها با سازمان داوران هماهنگ بودن که چه داوری رو انتخاب بکنن و تبانی اینگونه صورت بگیره. و عملاً باعث شد که یوونتوس که قهرمان سری آ شده بود، اسکودتوش هم در سال 2005 هم در سال 2006 ازش گرفته بشه، به سری بی سقوط بکنه، با منفی 5 امتیاز اون فصل در سری بی رو آغاز بکنه، از حضور در لیگ قهرمانان منع بشه، میلان با منفی 30 در سری آ بازی بکنه، فیورنتینا از UCL محروم بشه با منفی 15 و لاتسیو با منفی 5 فصل رو آغاز بکنه. عملاً این اتفاقی که باعث شد که ما در دهه اخیر نامی از ایتالیا
در لیگ قهرمان اروپا نداشته باشیم، فقط یک تیم تونست اونم با یک حال مدیریتی که داشت بیاد برسه به فینال و عملا به قهرمانی نرسه. اینتر میلان بود با ژوزه مورینیو، ولی در دهه 2011 تا 2020 عملا این اتفاق رخ نداد برای تیم‌های ایتالیایی و استارتش از کالچوپولی و سال 2006 اتفاق افتاد. یعنی مدیرهایی در اونجا بودن که روند یک رقابت رو سری آ حرف اول در دنیا میزد، هم در دهه 90 هم در آغاز هزاره سوم عملا حرف اول رو در اروپا میزد و یکی از قدرتمندترین تیم‌ها بود و این حق پخش و اتفاق‌هایی که حالا سر بیزینس بازیکن‌هایی که میومدن در اون لیگ بازی می‌کردن عملا سری آ رو بالا نگه داشته بود. ولی خب به خاطر کالچوپولی سقوط یوونتوس به سری بی عملا این مسیر تغییر کرد. ایتالیا باهاش آشنا بوده چون دقیقاً 1980 دقیقاً همچین اتفاقی میفته که بهش میگن توتونر رو. چی میگن؟ میگن توتونر رو. توتونر رو. بعدش این اتفاق باعث شد که برخی از تیم حالا میلان و ناپولی به سری بی سقوط بکنن. تو اینجا بازیکن‌ها هم دست داشتن که دو مغازه‌دار حالا تو متناشون می‌نویسن که متوجه شدن که اینها تبانی می‌کنن، نتیجه بازی رو با هم دیگه هماهنگ می‌کنن، گاوبندی می‌کنن به قولی که فکر می‌کنم بیش از 20 یا 30 بازیکن اینجا جریمه میشن و محروم میشن از حضور در فوتبال که بزرگترینشون میشه پائولو روسی که 3 سال محروم میشه، این به 2 سال کاهش پیدا می‌کنه، عملاً فوتبال بازی نمی‌کنه، میرسه در سال 1984 در جام جهانی و در اونجا ایتالیا قهرمان میشه و پائولو روسی عملا اون اتفاقات بد گذشته رو پاک میکنه و به ستاره ایتالیا بدل میشه که حالا اخیرا هم فوت کرد. متشکرم. این رسوایی بزرگی بود دوباره در ایتالیا افتاد. یا مثلا ما در سال 1975 داشتیم در آلمان که باز هم یک سری از تیم‌ها تبانی سنگین می‌کنن، مثل شالکه، مثل اشتوتگارت، مثل آرمینیا بیلفلد، روند بازی‌ها رو دوباره تغییر میدن که اون هم باعث شد که یه رسوایی بزرگ بشه و عملاً تمام تیم‌ها جریمه سنگین بشن. یکی از بزرگترین‌هاش سال 1992 بود که خیلی تاثیرگذار بود در فوتبال فرانسه. ما مارسی خب جزء بزرگترین تیم‌های تاریخ فوتبال بود که در سال 1990 میاد در فینال به ستاره سرخ بلگراد میبازه با ژان پیر پاپن و میرسه سال 1992 میرسه فینال و ژان پیر پاپن در مقابل میلان قرار میگیره. مارسی ژان پیر پاپن در میلان قرار داره که تیمی هستش میلان، تیم فابیو کاپلو، بازیکنای مثل ماسارو، مثل بارسی، مالدینی، آلبرتینی، دونادونی، رایکارد، فان باستن، یک تیم ابرقدرت رو مارسی شکست بده با چه بازیکنایی؟ فابیان بارتز، مارسل دزایی، دیدین دشان، رودی فولر و عملا یک تیم قدرتمند که میاد اونجا و قهرمانی رو از فابیو کاپلو میگیره و اولین قهرمانی و تنها قهرمانی فرانسه رو در لیگ قهرمان اروپا رقم میزنه. مارسی فوق‌العاده بود. ولی هفته قبلش مشخص میشه که یک تبانی صورت گرفته. مارسی چون میترسیده که اتفاق سال دو سال گذشتهش برای خودش رخ بده، تبانی میکنه با یک سری از بازیکنهایی که سابق در تیم خودش بودن، بروچاگار، کریستوفر رابرت، با اینها شروع میکنه صحبت کردن که اینها بازی رو ساده بگیرن، عملاً بتونه استراحت بکنه و بازی رو ببره قهرمان فرانسه بشه و این تبانی صورت میگیره. تبانی هم دقیقاً بعد از قهرمانیش در اروپا مشخص میشه. این باعث میشه که مارسی عملاً زمین بخوره، به سری بی سقوط بکنه، تمام حالا قهرمانیش رو ازش بگیرن. پی اس جی اون موقع قهرمان نمیشه، پی اس جی دوم بوده، میتونه البته در لیگ قهرمان سال بعد شرکت بکنه، ولی عملا مارسی زمین میخوره و در کنارش فوتبال فرانسه واقعا زمین میخوره چون به هر حال مارسی جزو قدرتمندترین تیم‌های تاریخ فرانسه بود و ما همیشه لیگ فرانسه رو بخوایم مثال بزنیم، عملا مارسی همیشه یادمونه. موناکو 2004 یادمونه، موناکو 2016 با خاویر جاردیم یادمونه. به خاطر این میخوام بگم که مدیریت در اینجا با یک سری از اتفاقا و اون تبانی که صورت میگیره عملا مسیر یک باشگاه، مسیر یک لیگ رو عوض میکنه. ما یکی از بزرگترین هم اتفاقات فیفا بود که صحنه‌های جالبی هم پول پرت کردن به سمت پلاتینی و اون پولشویی عظیم، رشوه‌خواری عظیم و اتفاقهایی که در میزبانی جام جهانی های پلاتینی رقم زده بود، اون هم یک اتفاق رسوایی بزرگ بود در فوتبال و جزو فسادهای بزرگ مالی بود در زمینه فوتبال که عملا برخی حالا گفته بودن جام جهانی که در روسیه برگزار شد یا جام جهانی که میخواد در قطر برگزار بشه عملا میزبانیش خریده شده، بیش از 150 میلیون دلار پول گرفته بود، رشوه گرفته بود، حالا
فیفا و پلاتینی که میزبانی رو عوض بکنن، یا میزبانی کونکاکاف واسه آمریکا یک مبلغی رو پول داده بود، این چیزایی بود که اثبات شده بود برای فیفا. و میخوام بگم که این مسیر پولشویی و مدیریتی گاهن یک ضربه های عجیب و غریب به فوتبال میزنه و اثرات بسیار زیادی داشت کاری که فیفا کرد. فیفا به هر حال جزء قله فوتبال دیده میشه و اثرات خیلی زیادی گذاشت رو برخی از تیم هایی که عملا برای این رقابت در فیفا میجنگیدن که برسن به اون عرصه جام جهانی و دیدن که در قله‌اش این فساد آشکار داره رخ میده. یا مثلا مکزیک هم در جام جهانی 1990 شرکت نمیکنه، به دلیل اینکه در مسابقات جوانان کونکاکاف سال 1988 بازیکن‌های بزرگسال خودش رو میفرسته و اینا هم یه خبرنگار میفهمه، بیدار و پیکریش در این حد بوده که یه خبرنگار میفهمه. حالا مثلا یا صغر سنی داشتن یا بازیکن‌ها چون اونقدر مطرح نبودن، بازیکن‌های خودش 4 تا بازیکن بزرگسال میفرسته و اونجا قهرمان میشه و اون قهرمانی ازش میگیرن، از حضور در جام جهانی محرومش میکنن و این هم جزو رسوایی بزرگیه که برای مکزیک رقم میخوره. و در حالا جای دنیا میخواستم بگم که این اتفاقات کاملا رخ میده، اولا مسیر رو میتونه تغییر بده. حالا مسیر مکزیک یکم سخت، مکزیک رو بررسی کردم، ولی در کالچوپولی، در مارسی فرانسه و تک تک این اتفاقات و این بارسای کنونی که داریم میبینیم مدیریت نقش به شدت سنگینی داشته. ما لیدز یونایتد داشتیم، حالا فساد مالی نبوده، اون به خاطر فهم پایینی بودی که از شرایط کنونی داشته و لیدز یونایتد عملا به عنوان یکی از کلاسیک ترین و قدرتمندترین تیم های حالا مقابل دیویژن 1 و بعدش حالا پریمیر لیگ عملا باعث میشه که سقوط بکنه، مسیری که بخواد برگرده 16 سال طول بکشه. بارتومو این کار رو، این اتفاق رو سر بارسلونا به وجود آورد. بارسلونا با این که قهرمان شد با هدایت بارتومو، با مدیریت بارتومو، ولی خب همیشه جز بدترین مدیران بارسلونا شناخته میشه، جز بدترین ها شناخته میشه، با این که شاید بیشترین جام رو هم تحت هدایت خودش کسب کرده باشه. ولی به هر حال بارسلونا که الان داریم میبینیم خیلی اثرگذار بوده آقای بارتومو و این روندی که بارسلونا میخواد طی بکنه که انتخاباتش هم 17 اسفند میخواد برگزار بشه، میتونه روند این باشگاه رو کامل تغییر بده. یعنی این باشگاهی که عملاً 15 سال در قله دنیا بازی میکرد، عملاً دیگه الان ممکنه در مراحل پایانی لیگ قهرمان هم نرسه. موقعی که میخواییم در خصوص تیم‌ها صحبت بکنیم، همش کادر فنی و بازیکن‌هایی که داخل زمین هستن واقعا نباید دیده بشن. مدیریت هم باید انتقاد بشه از چیزی که حالا در ورزشگاه در سالهای اخیر داریم میبینیم که مرتباً از مدیریت دارن ایراد میگیرن به جای اینکه حالا سرمربی ایراد بگیرن. یعنی نقطه هدف رو نشونه میگیرن و میدونن که دیگه مدیریت چه تأثیری داره رو فوتبال میذاره. اینجا راباناست و ما تو رابانا از فوتبال حرف میزنیم. اگر موضوعی هستش که موضوع جذابی هست که میشه در خصوصش صحبت بشه، زیر همین پست کامنت بذارید و به ما بگید که در خصوص چه مطلبی صحبت کنیم. مرسی.